بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت مردم عزیز به ویژه زنان بزرگوار و قهرمان این مرز و بوم ما اگر خیلی موفقیت های کشور ما چه در پس از انقلاب اسلامی چه در تاریخ خودش داشته مرهون زنان هست نقش آفرینی که زن مسلمان در عرصه های مختلف داشته من کتاب مورگان شوستر رو که میخوندم خاطراتش رو بیان میکرد این یازده ما تو ایران بوده خودش بیان میکنه که من وقتی عزم و نفوذ زنان مسلمان رو به چشم میبینم آیا جا ندارد که بر عزت زن محجبه ایرانی درود بفرستیم اینو مورگان شوستر تو کتابش مربوط به 100 سال پیش داره بیان میکنه این یه عظمتی است در همین چند سال اخیر یکی دو سال اخیر شما دیدید که دشمنان خیلی متمرکز شدن رو موضوع زن در ایران چرا آیا این یک نقطه ضعف در کشور ما بود در فرهنگ ما بود در انقلاب ما بود یا یک نقطه قوت من عمیقا معتقدم دلیلی که اونها امروز اینقدر روی این موضوع متمرکز شدن به دلیل اینه که میدونن این یک نقطه قوت انقلاب اسلامی است مردم ایران است که با اون میتوانند توانمندی های خودشون رو قدرت خودشون رو موفقیت های خودشون رو به رخ بکشونن و از اون طرف تمدن غربی رو که امروز در همین موضوع زن به بنبست رسیده به چالش های جدی رسیده که خودشون در کتاب ها و مقالات مفصل بهش اعتراف دارن اونها رو به چالش بکشونه شما دیدید همین کسانی که امروز در برابر کشتار صد ده ها هزار زن در قزه و فلسطین سکوت میکنن بلکه میرن عکس یادگاری میگیرن با قاتلان یک دفعه در موضوع زن در ایران یک دفعه خیلی فعال میشوند از آقای مکرون تا آقای بایدن چرا چون یک قوتی رو میبینن میبینن که اگر ما موفق شده کشور ما چه در عرصه مقاومت چه در عرصه پیشرفت به خاطر این بوده است که نیمی از جمعیت خودش که زنان بوده رو کنار نگذاشته است بلکه با قدرت با یه الگوی جدید آورده وارد صحنه کرده و اون داره یک مدلی رو به جهانیان نشون میده که همه اونها می متحیر موندن یک زن مسلمان یک زن کارآفرین یک زن دانشمند یک زن مادر نمونه و در عرصه های مختلف این کار رو داره به قدرت خودشون نشون میده اون چیزی که من میخوام عرض کنم اتفاقا بحث من اینه که اون چیزی که خیلی زنان ما ازش نگران هستند این است که چرا این نقش زن این موقعیت زن این نقشافرینی زن داره سانسور می شود چرا اینها دیده نمی شود ما امروز در کشورمون موفقیت های بسیار بزرگ داریم حالا مادر، مادران شهدای عزیز ما جای خود همسران شهدای عزیز ما جای خود که هر کدوم اینها موفقیت های بزرگ رو رقم زدند زنان دانشمند و ارزشمندی که امروز در عرصه های علمی دارن کار میکنن من همین یکی دو ماه پیش یک شرکت هوایی مپنا رو رفتم دیدم اونجا حدود 250 کارشناس ارشد 80 پی اچ دی بودن که یه کارهای بسیار بزرگ انجام دادن نیمی از اینا زنان بودن حدودا امروز زن ما در عرصه مختلف داره با حجاب با افت با حیا یک نمونه دقیق مؤثر رو به جهان نشون میده من این رو عرض کردم یه بار من به عنوان معاون اروپا رفته بودم نروژ یه خانم دیپلمات نروژی که در ایران دوره ای رو درس خونده بود به اسم فقه و موانی حقوق میگفت چرا شما از این قوت خودتون دفاع نمی و اینها رو عرضه نمی کنید و اینها بسیار میتونه قوی باشه ببینید شهید حاج قاسم سلیمانی دقیقاً وقت اینجا چی بیان میکنه اتفاقاً به این انتخابات ما میخوره میگه چانده. که من از اینها میخوام که همانند پدران جامعه به مسئولیت خود پیرامون حراست از جامعه توجه کنند نه با بیمبالاتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آرای احساسی زود از اخلاقیاتی حمایت کنند که طلاق و فساد را در جامعه توسعه داد و خانواده ها را از هم بپشاند این در وصیت‌نامه حاج قاسم عزیز ماست که جان خودش را برای دفاع از این سرزمین و زنان این سرزمین <coughs> فدا کرد در مقابله با داعش در مقابله با تحجر اما با این قدرت میفهم نقطه قوت ما چیست